Handschuh. با سلام خدمت بینندگان عزیز، امشب در خدمتتون هستیم با موضوع ویکی‌پدیا و تاریخ. در خدمت آقای محمد درزاده هستیم، مدیر ویکی‌پدیای فارسی، و یه اسخایی کوچیکم به بینندگان عزیز باید بگم که 10 دقیقه یا بیشتر 12 دقیقه با تأخیر اومدیم که امیدوارم به بزرگواری خودشون ببخشن. الان آقای درزاده خیلی خوش آمدید. مرسی حسین جان، من سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز. فقط فکر میکنم باید جزایی میخورده. آره، دوستان بیشتر یه خورده دوستان بچه باید شروع کنیم بکنیم شما. خلاصه ببخشید دیگه. فکر کنم آقای درزاده کامنت ها رو ببندیم بهتره. خب خوب سلام بود. خب به نظر من شروع کنیم، یه تأخیرم داشتیم. خب امشب همونطور که گفتم در خدمت آقای محمد درزاده هستیم، مدیر ویکی‌پدیای فارسی، و که از تجربیاتشون به عنوان یک مدیر و اینکه رابطه ویکی‌پدیا و تاریخ و اینکه ویکی‌پدیا چجوری میتونه به بهبود تاریخ نگاری یا فهم بهتر مردم از تاریخ کمک کنه، اول خواهش میکنم که خودشون رو یه معرفی کوتاهی بکنن و یه خلاصه ای از بگن که ویکی‌پدیا چیه. خب مرسی از شما و بچه های گروه رشت که خیلی زحمت میکشن تو این چند روز دوران کرونا، لایبه خیلی خوبی برگزار کردیم. من خب محمد درزاده هستم، یکی از مدیران ویکی‌پدیای فارسی و دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران، و همین دیگه. ویکی‌پدیا چیه؟ خب خیلی سوال سختی البته. ویکی‌پدیا تعریف خیلی کوتاه و در واقع تک جمله‌ایش میشه یک دانشنامه‌ای که آزاده و رایگانه و آنلاینه. یعنی سه ویژگی مهم ویکی‌پدیا، یکی آزاد بودن، یکی رایگان بودن و یکی آنلاین بودنه. و منظور از آزاد در اینجا به معنای این که شما اونجا دسترسی دارید به همه محتوایی که در ویکی‌پدیا تولید میشه، و یعنی شما بدون اینکه در واقع بخواید حق اشتراکی رو پرداخت کنید یا هر موضوع دیگه‌ای، تو دسترسی کامل داشته باشید. رایگان بودنش هم اینه که خب پول نمیخواد بدید طبیعتاً، و آنلاین بودنش هم که شما ویکی‌پدیا رو برخلاف دانشنامه‌های دیگه مثل بریتانیکا، ایرانیکا، مدل ایرانیش، دایرت المعارف بزرگ اسلامی، لازم نیست که در واقع نسخه پرینتی اون داشته باشید. حالا من دوتا لازم شد عرض می‌کنم که تفاوت دانشنامه‌های چاپی و دانشنامه‌های آنلاین تو چیه و مزیت ویکی‌پدیا نسبت به اون چیه. درست، خیلی ممنون از پاسختون. خب اگه موافقید وارد بحث اصلی بشیم که رابطه ویکی‌پدیا چه کمکی خب میتونه. خب اگه بذارید قبلش مقدمه بفرمایید 10 دقیقه در مورد خود ویکی‌پدیا و ویکی‌پدیای فارسی چه در واقع چی هست به طور یه خورده با دیتیل بیشتر عرض کنم، بعد وارد سوال شما بشیم. ویکی‌پدیای فارسی، ویکی‌پدیای جهانی، ما شاید دوستان بهتر بدونن ویکی‌پدیا به 280 زبان زنده دنیا در واقع نسخه داره. نسخه فارسی یکی از در واقع نسخه ویکی‌پدیا است. ویکی‌پدیای جهانی که بیسش اون ویکی‌پدیای انگلیسیه در سال 2001، سال 79، در واقع 26 دی 79، که ما هفته آینده تقریبا سال روز تولد 20 سالگی ویکی‌پدیا قرار توی دنیا جشن بگیریم، و امسال متاسفانه توی ایران سال گذشته جشن گرفتیم تولد ویکی‌پدیای فارسی رو، ویکی‌پدیای جهانی رو، ولی امسال خاطر کرونا نتونستیم کار انجام بدیم. امسال ویکی‌پدیا 20 ساله میشه. ویکی‌پدیای فارسی در واقع دو سال بعد از ویکی‌پدیای جهانی در 28 آذر 1381 سال 2003 در واقع تأسیس میشه در سایه روز پورنادر از بچه های دانشگاه سعدی شریف بودنشون، و ویکی‌پدیای فارسی تأسیس شد. میخوام حجم ویکی‌پدیا، بزرگی ویکی‌پدیا بخوام بهتون نشون بدم، ویکی‌پدیا حدود 990 هزار کاربر داره.
یعنی ما 990 هزار کاربر داریم توی دیگری فارسی فقط، که از این تعداد حدود 6200 نفر از اونا توی یک ماه گذشته در دیگری فارسی ویرایش داشتن. یعنی ما باید جایی مواجهیم که 6200 کاربر حداقل توی اون در واقع ویرایش میکنن. مدیر هم که یکی از من هستم 35 تا مدیر داریم در سراسر جهان که در واقع توی دیگری فارسی مدیرن. و یه آمار جالبی که من امروز خودم تازه اینو پیدا کرده بودم، تعداد کلمات ویکی‌پدیای فارسی 140 میلیونه. یعنی ما 140 میلیون کلمه توی ویکی‌پدیای فارسی داریم که هیچ قابل قیاس با دانش‌نامه‌های دیگه نیست. یک چند سال پیش الان از ویکی‌پدیای فارسی الان 760 هزار تا، بیشتر از 760 هزار تا مقاله مستقل داره که شما مثلا بخواید با دانش‌نامه بزرگ اسلامی یا در واقع دانش‌نامه جهان اسلام یا نسخه انگلیسی مثل بریتانیکا و ایرانیکا مقایسه کنید، اصلا قابل قیاس نیست. خیلی خیلی حجم بزرگتری داره. و چند سال پیش تخمین زده بودن که اگر نسخه‌های آنلاین ویکی‌پدیا رو بر اساس اون کاراکتری که وجود داره، تعداد کاراکترهای توی مقالات پرینت کنیم، میشه چندین و چند برابر از تمام این دانش‌نامه‌ها روی هم دیگه. این من فکر کنم بزرگی ویکی‌پدیا رو الان تونستم توضیح بدم. حالا اگر ابهام دیگه توی این زمینه هست من خدمتتونم، اگر نه که وارد کار خودمون بشیم. بعد مدیران ویکی‌پدیای فارسی به ایران و افغانستان تاجیکستان مدیریت میکنن. مدخلا این سه تا کشور دیگه. نه این ویکی‌پدیا برخلاف در واقع اون تصوری که ما داریم رفتی کشور نداره. در واقع فقط روی زبان هاست. درست. ما یه ویکی‌پدیا میرون ویکی‌پدیا ایرانی نداریم، ویکی‌پدیا افغانستان نداریم، ویکی‌پدیا فارسی داریم. که هر کسی که بتونه زبان فارسی بنویسه و بخونه بتونه استفاده کنه. و عمده گوشوارهای زبان فارسی هم خب توی ایران و افغانستان هستن. تاجیکستان داستان متفاوت داره. اونجا چون خاطر تغییر خط که شوروی انجام شده، کاربر اونجا یه ویکی دیگه داره. اونم ویکی تاجیکی که پیشوندش tg.wikipedia.org. اونا یه ویکی ژاپنی داره که شما هم اونجا مدیرید. من اونجا هم مدیر هستم. واسن بین نکته هستم. خب. و خب اگه سلام میدونیم وارد بس. خب نه حالی توضیح بدم که اینکه وضعیت مقالات ما توی در واقع مقاله تاریخی توی ویکی‌پدیا به چه شکله. ببینید خب ویکی‌پدیا عنوانش هست دانشنامه‌ای در مورد همه چیز. یعنی همه میتونن در هر زمینه‌ای که فکر می‌کنن در واقع میشه توی اون حوزه دانشی و تولید کرد یا خون مشارکت داشته باشه. یکی از موضوع مختلفاً تاریخ بده. ما چند سال پیش مثلا سال 2011 اون 12 حدودا که مثلا من تازه داشتم توی ویکی‌پدیا خورده کار می‌کردم بیشتر از قبل، اوضاع مقاله تاریخی خیلی خوب نبود. من موقعی که وارد شدم این ضعف رو مثلا دیدم. و الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم خوشبختانه وضعیت مقالات تاریخی ویکی‌پدیا فارسی یکی از بهترین هاست. من سعی کردم آمار در بیارم که با اعداد رقم رو صحبت کنیم. متأسفانه اونقدر گستردن تعداد مقالات و در واقع چی میگم بهش شاخه بندی‌هاش اونقدر زیاده که در واقع در آوردن آمار توی زمان کوتاه خیلی سخت بود و حالا یه خورده باید کیفی بیشتر صحبت کنیم تا کمی. الان مثلا ما میتونم اینو به ذرس قاطع بهتون بگم که مثلا مقالات حوزه ایران باستان تقریبا کاملا، یعنی ما مدخلی نداریم توی حوزه مثلا ایران باستان که توی ویکی‌پدیا نداشته باشیم اون مدخلش. حالا کیفیتشون قابل بحثه، اینکه مثلا کدوم مقاله خورده کدومش اطلاعاتی کمتری یا بیشتری داره، ولی تعداد مقالات برگزیدمون توی حوزه خیلی خوبه. از اون طرف مقالات مثلا دوره میانمون باز اونها هم خیلی خوبن. یه مثلا الان من دورتر توضیح میدم که بچه‌ها باید چیکار کنن توی برای نگارش توی ویکی‌پدیا. یکی از کارهایی که انجام شده همینه، دستاوردی که اون پروژه که آینده ارز خواهم کرد اینجاست. اینکه مثلا مقالات دوره میانه و در واقع تو قرن مثلا هشتمون خیلی فوق العاده ان. یک تیمی از بچه‌مون نوشتن که خیلی مقالات خوبی ان، توش مقالات برگزیده زیاد داره. به طور کلی میخوام در واقع بگم مقالات تاریخی ویکی‌پدیا جزء مثلا شاید بگم سه تا حوزه برتر از نظر کمی و کیفی توی کل ویکی‌پدیا است. خب خیلی عالی. بعد اگه ادامه بدیم بسو، بعد یه سوالی که من داشتم اگه توضیح بدید در مورد مثلا مدخل مثلا برگزیده و مدخل خیلی غیر برگزیده. مثلا میدونم که مدخل کوروش بزرگ برگزیده است و ویرایش کردنش نیاز به دسترسیایی داره، درسته؟ درست. ما یک سری مقالات الان میگم همه مقالات ویکی‌پدیا همزمان ویرایش کنم، هر یک درصد از 100 درصد مقالات رو یک درصدشون نشه ویرایش کردم. دلایل خاصی داره که خیلی میتونه دلایل سیاسی هم داشته باشه، ممکنه اونم باشه. آره که هست البته. این مقالات برگزیده، یه سری مقالات ما داریم که در واقع یه کیفیت بالاتری دارن.
ما اینا میگیم مقالات خوب یا خوبیده. این مقالات خوب مقالاتی هستن که شما این مقاله رو می‌نویسی بعد اونو به داوری می‌ذاری. یه سری در واقع یه شیوه نامه داریم برای این قضیه. مثلا میگیم مقالات خوب باید مثلا یک سری آیتم ها رو تیک بزنن تا اونا خوب بشن. یه نشان سبز رنگی برای مقاله قرار می‌گیره. و اینو طرف بهتون نامزد می‌کنه میگه مقاله من گسترش دادم می‌خوام این رو در واقع به عنوان مقاله خوب انتخاب بشه و کاربر روش نظر میده. کاربر متخصص همون حوزه میاد مثلا میگه اینجاش که میدونم فلان منبع رو ندیدی، فلان اونجا مثلا محتواش کامل نیست، فلان منبعی که شما دیدی ارجاع دادی اون قدیمی شده، اکسپایر شد و مسائل اینجوری. و اگر اون بحث نتیجه برسه میشه مقاله خوب. یک سطح بالاتر از این داریم که بهش میگن مقالات برگزیده. اون ستاره در واقع زرد میگیرن، طلایی رنگی در واقع. اون یک سری آیتم های فراتر از این مقالات خوب رو داره. یعنی شما مقالات خوب بشه بعد اگر اون کار اون آیتم ها رو در واقع احراز کرد میشه مقاله برگزیده. و این مقاله برگزیده یه خوبی که دارن میاد رو صفحه اصلی ویکی‌پدیا و بازدیدشون تو اون زمانی که روی صفحه اصلی هستن معمولا یک هفته قرار میگیرن توی یک سال، حالا بستگی داره چه مقاله داشته باشیم. اونا خیلی بازدیدای عجیب غریب دارن، تا ممکن 30 چه میدونم مثلا 200% بازدیدشون افزایش پیدا کنه. خیلی کاربر بیشتر میتونن ببینن. چه معیاری که میاد رو صفحه اصلی برگزیده بشه دیگه؟ نه یعنی مثلا کوروش بزرگ افتابان میاد رو صفحه اصلی. خب حالا همون عرض کردم یک سری از این مقالات خب طبق تایم بندی اتفاقی بر اساس اون تاریخی که برگزیده شدن میون صفحه اصلی. یک سری دیگه شون مناسبتی ها که خیلی تعدادشون کمه. مثلا کوروش، مقاله کوروش بزرگ مثال زدیم، اون هفته آبان یک اون هفته‌ای که در واقع منتهی به هفته آبانه، چند روز قبل چند روز بعدش در واقع تو صفحه اصلی است و آمار مثلا میگم 30,000 بازی در روز ایناست. خیلی عدد بزرگی برای خود مقاله کوروش. بگم میانگین در واقع هر روزش رو میتونم نگاه کنم اینجا دقیق‌ترش رو بهتون بگم. اگه داشون البته. آره به طور میانگین 20,000 در روز داریم، ولی اون روز با روزی که در واقع کوروش بزرگه به 35,000 بازی در واقع افزایش پیدا می‌کنه. مثلا 15,000 بازی بیشتر، من ریاضیم خیلی خوب نیست. 15,000 بازی بیشتر پیدا می‌کنه. حالا مقالات مثلا کوروش بزرگ خب یه خورده ترند مثلا نمی‌بینم. مثلا ما مقاله در واقع شاهان ماد هم برگزیده داریم. اونا هم خب تو حالت عادی کسی اون رو نمی‌بینه واقعا، خیلی بازی پایینی دارن، ولی توی اون دوره که صفحه هستی میرن بازیشون میره بالاتر. خب سوال دیگه ای که از فکر کنم این برگزیده ها دسترسی کاربرا واسه ویرایششون نیاز به اجازه مدیرا داره یا اصلا یک درصد از مقالاتمون که در واقع نمیشون رو ویرایش کرد مقالات سیاسی و مقالاتی که دعوا روشون زیاده، تا مقاله موضوع روزه و خب مثلا یه عده میگن که اینجوریه، یه عده میگن نه اونجوریه. مثلا فکر کنم مثلا مقاله آیت الله خامنه ای، حالا اون داستان دیگه داره چون سیاسی ممکن حمله بشه بس هست. یه سری مقالات اصلا ما دیگه مثلا مقالات برگزیده ما با این استدلال رو محدود کردیم چون که در واقع اینو کاملا دیگه، یعنی چون برگزیده شدن کاملا دیگه، یعنی تا حد خیلی زیادی خوب شده و اونا هم اینجوری نیست نشه ویرایش کرد. یه آپشنی وجود داره، شما میدید اون مقالاتون رو در واقع ادیت رو انجام میدید ولی باید یک نفر رو تایید کنه و هم دلیل این چیز شده، این محافظت شده در واقع بهش میگیم. درسته، خیلی ممنون. خب به نظرم دیگه وارد بحث تاریخ شدیم. خب من خب در مورد این قضیه صحبت کنم که اصلا کار برای تو دو تا موضوع میشه بحث کرد اگه شما موافق باشید. یکی این که در واقع خوندن مقالات تاریخی از ویکی‌پدیا چه در واقع فوایدی داره و اینکه اگه ما بخوام به عنوان در واقع کاربر دانشجوی تاریخ و علاقمندان به تاریخ به عنوان کاربر توی ویکی‌پدیا مشارکت کنم چیکار باید کنم و این اصلا سود داره یا نه، که حتما شما دوست داشته باشین یا وقتمون چه جوریه بفرمایید. اگه میتونید تقسیم کنید به دو تا موضوع بسو. خب ببینید در مورد مفهوم در واقع نوشتم رو بس کنیم اون خوندن در دلش جا میگیره. ویکی‌پدیا همونطور که عرض کردم خدمتتون تعداد بازدیدی که از ویکی‌پدیا میشه فوق العاده است. الان آمار صفحه ویکی‌پدیا فارسی اینجا من دارم اگر پیدا کنم البته. بله ببینید ویکی‌پدیا فارسی در ماه گذشته 243 میلیون بازدید داشته، کل صفحات ویکی‌پدیا. خب عدد خیلی عجیب غریبه. خب بعد جالب اینجاست که 169 میلیونش از ایران بوده فقط. شما بخوام بگم که با یک جایی مواجهید که هر چی که تو اون نوشته بنویسید هر جا میتونه تاثیر پیدا کنه و این همیشه هم هست. خب ممکنه دوستان بگن خب ویکی‌پدیا اعتبار نداره همتونم ویرایشش کنم و این حرف درستی و این شمشیر دو لبه است در واقع.
شما زمانی که ویکی‌پدیا رو ویرایش میکنید یک سری اصلا شما فکر کنید یک کشف جدیدی انجام شده، یک کتیبه جدید خونده شده، یک منبع جدیدی مثلا در واقع یه نفر روش کار کرده و منتشر شده. شما این تا بخواد بیاد بره توی اون پروسه دارت المعارف بزرگ اسلامی، خب تا بعد توی مقاله اون مدخلی که از قبل مثلا برایش تدارک دیدن چاپ شده باشه یا مثلا بعدا بخوام بنویسم، یک داستان عجیب غریبی داره دیگه، کلی طول میکشه تا اون در واقع منتشر بشه و به دست شما برسه. ولی توی ویکی‌پدیا به محض اینکه اون اثر منتشر بشه، یک آدم علاقمند به اسم شما اون رو به دستش برسه، میتونه توی سریع توی ویکی‌پدیا منتشر کنه. یعنی دسترسی شما به اطلاعات در کمترین زمان ممکنه. در نتیجه شما اگر توی ویکی‌پدیا مقاله‌ای رو ویرایش کنید، اطلاعاتی به اون اضافه کنید، خیلی سریع در دسترس همه انسان‌های دنیا قرار می‌گیره. هر کسی فارسی بلد باشه می‌تونه بخونه. و یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، ما یه سری کاربرهای داریم در واقع توی کشورهای مختلف، هم کسی ایرانی هم نیستن ولی فارسی بلدن. حالا تو دانشگاه تهران یا مثلا مدرس خیلی دانشجوی خارجی زیاد داریم دیگه. حالا مثلا میاد یک سال دو سال درس می‌خونه، بعد میره کشور خودش، فارسی هم بلده. شما گاهی اوقات هست میاد مقاله می‌نویسید، من پیش اومده حال نقش رستم رو توی ویکی‌پدیا فارسی نوشتم و کمتر از یک ماه دو ماه بعدش یک کاربر اوکراینی که من نمی‌دونم کی بعدم باشه شده، یک کاربر اوکراینی این اومده کلا ترجمه کرده به اوکراینی. حالا شما مقاله اوکراینی نقش رستم نگاه کنید، کلی اطلاعات داره. خب یعنی نه تنها شما میتونید به در واقع ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها کمک کنید با نوشتن مقاله توی ویکی‌پدیا، میتونید به طور غیر مستقیم به افراد دیگه در جای دیگه دنیا کمک کنید. و خیلی نکته جالبی به نظر من. این نکته دیگه هم بگم در مورد پروژه هست توی ویکی‌پدیا به نام پروژه کتابخانه ویکی‌پدیا. این پروژه یک جذابیتی که داره اینه که شما دسترسی پیدا می‌کنید به همه در واقع متریال پژوهشی. خب اجازه بدید آقای براهویی چیکار؟ اوکی. خب بفهم. خواهش می‌کنم. تذکر وقت دارم. توی ویکی‌پدیا پروژه‌ای هست. کتابخانه ویکی‌پدیا. شما این سری الان ما توی این بحث اون وضعیت تحریم‌هایی که هستیم و گرونی ارز و در واقع پرداخت اینترنتی، خیلی برای اون گرونی که مثلا از جی استور بتونیم استفاده کنیم، خب یا مثلا دانشگاه کمبریج یا چه خیلی سایت‌های مشابه جی استور، مدل وطنیش هم خب مثلا نورمکس و مگیران و سیویلیکا و اینا. ویکی‌پدیا پروژه داره که داخل ویکی‌پدیا کارش اینه که این در واقع متریال از این سایت‌ها در اختیار کاربر قرار میده. یعنی شما می درخواست میدید، هیچ چیز خاصی هم لازم نداره. عنوان کاربر ویکی‌پدیا. برو کاربر یه صفحه وجود داره. میگه آقا مثلا من میخوام برای مقاله مثلا فلان از فلان مقاله در جی استور استفاده کنم ولی دستی ندارم بهش. اونا یک اکانت یک ساله رایگان به شما میدن که شما توی برای کار شخصی استفاده کنید. من دارم اینجوری تیپ میدم دیگه که کاری میشه کرد. به اون کار شخصی میتونید استفاده کنید. مثلا اون اکانتش حدود $400 پولشه مثلا. ولی به صورت رایگان در اختیار میذاره. رایگان میده، هدفش هم اینه که در توی ویکی‌پدیا باید این کارو انجام بده. ربطی هم به کاربر عادی یا غیر عادی هم نه، نه هر کسی که 500 ویرایش داشته باشه. 500 ویرایش داشته. این خیلی عدد کمیه. 500 ویرایش در نگاه اول خیلی گنده به نظر میرسه، ولی کم. من نزدیک 200,000 تا ویرایش دارم. درسته. یه نکته جالب‌تر اینه که من میگم دوستان توی لایو اگر کسی فهم از استادان محترم طول تاریخ باشن در هر جای ایران، ما استقبال می‌کنیم. یک پروژه است به نام برنامه آموزشی. کار این برنامه آموزشی میگه که به طور خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، میگه آقا شما به جای اینکه به دانشجوتون تکلیف بدید مثلا برن چه میدونم یه مقاله رو ترجمه کنن یا چه میدونم پاورپوینت سر کلاس ارائه بدن یا فلان کتاب رو خلاصه کنن، مجبورشون کنید بیان توی ویکی‌پدیا مقاله بنویسن. مثلا فرض کنید برای درس مغول بیان مثلا برای کلاس 20 نفره یا 30 نفره 30 تا مدخل رو توی ویکی‌پدیا انتخاب کنن و به هر دانشجو یه دونه مدخل داده بشه، بگیم آقا اینو توی ویکی‌پدیا شما تکمیل کن. ما استقبال میکنیم و یک تیمی هم داریم که در واقع این مقالات رو نظارت میکنه، کار خود استادم راحت‌تر میشه. چون شما فرض کنید بخواید 30 تا دانشجو رو باشون مرتب در ارتباط باشید، کار خود سختی دیگه. شما اونا رو ما ارجاع میدیم، اونا مقالاشون رو می‌نویسن، ما یک داوری اولی رو انجام میدیم و بعد با این سری ابزارها داریم اونا رو به استاد میفرستیم، میتونه ارزیابی ما رو هم ببینه. از نظر ویکی‌پدیا اینا جل منبع کرده باشن، استاد اصلا وقت نداره دونه دونه نگاه کنه دیگه. ولی ما یک ابزارهایی داریم که دونه دونه اینا رو نگاه میکنه. یه جوری کار خود استادم راحت میگم یه چیز دو طرفه است، یعنی وین وین واقعا برای همه، برای دانشجو هم خوبه. چون مثلا ما دانشجویم دیگه، خود دانشجو مالکی چون مقاله مثلا یه میسی و استاد تعویض میدی، خب فقط خودت خوندیش و احتمالاً دادی به استاد خونده و یکی از رفیقات که احتمالاً من بدبخت باشم خب. ولی هیچ کم از دانشجو درسته درس خوندی، از پول نفت و بیت المال استفاده میکنی
ولی حاصل اون کار تو که تو ممکن کار خوبی هم باشه، فقط مثلا در حد دو سه نفر یا خیلی مثلا هنر کنی در حدی پرزنت کلاسی دیگه رو 30-40 نفر نهایتا، ولی توی ویکیپدیا این امکان وجود داره که هزاران نفر استفاده کنن. خب بخش دوم صحبتتون. خب همین بود دیگه، ولی که خواستم ترغیب کنم دوستان رو که توی ویکیپدیا ویرایش کنم. حالا من چقدر وقت داریم؟ وقت داریم. خب آره، ما بتونم سوال هم باز کنیم چون کنم سوال زیاد باشه که واسه بعد به تاریخ خودم توی برگردیم. اگه اجازه بدید من باز کنم. شما صحبت کنید تا موقع سوال هم بزنید. آره من خیلی چون گفتیم در مورد ویکی‌پدیا و گفتیم یک ساعت هم وقت نداریم به ویکی‌پدیا و تاریخ، خب من ساعت هم میتونم اونجا بشونم با هم گپ بزنیم، ولی خب باید خورده تاریخ خود مدخل و عنوان مدخل و یک کاربر عادی میتونه ایجاد آره. کنه یا نه؟ آره، هر کسی که اکانت بسازه یعنی حساب کاربری ایجاد کنه میتونه منبع مدخل رو از اول شروع کنه، یا اگر اسمش اشتباهه میتونه رو منتقل کنه. مثلا یک بحثی ما داشتیم روی یک کوروش بزرگ رو با دو تا واو بنویسیم یا یه دونه واو، همین بحث روی هرودوت هم هست دیگه. بله. و کاربر مثلا یه سری نظرات میگم اینجاها مثلا واقعا ما دوست داریم بچه‌ها ما کمک کنن مقاله تاریخی، یک سری جاها مثلا که واقعا الان مقاله کوروش بزرگ با دو تا واو نوشته شده و روی این سوال ها بحث شده که دو واو درسته یه واو، هر کی استدلال خودش داره، ولی کسی که میتونه واقعا نظر دقیق بده بچهای تاریخی هم دیگه که نمیدن. یه سوال دیگه این که مثلا در مورد اردوان چهارم بر اساس روایت مورسکی و پژوهشگرای قبلی که اردوان پنجمه، سازوکار چیه؟ اینجا کی تعیین میکنه که ببین این بحث خوب داریم میشه مثلا. ببینید ما یه شیوه‌نامه‌ای داریم به نام وب تاریخ، دوستان میتونم و مخفف ویکی‌پدیا وب نقطه تاریخ رو یه دیگه سرچ کنن. یه شیوه‌نامه‌ای داریم اونجا که ما میگیم مقالات تاریخی رو باید چجوری ویرایش کنید. تاش نمیدونم الان سوال کنم پس بانید بعد موقع من نشونید من رشتی کنم دستم میره در مورد اردوان چهارم و شیوه‌نامه‌ای که ببینید ما توی مقالات تاریخی یک مثلا توی در واقع پژوهش‌های تاریخی امروزی ما سعی می‌کنیم از مقالات از منابع دست اول استفاده کنیم دیگه، یعنی همیشه استاد ما گفتن آب از سرچشمه‌اش بردارید، همیشه شما باید برید مثلا ببینید هرودوت چی گفته اونو بخونید. توی ویکی‌پدیا برخلاف پژوهش‌های دیگه میگه آقا از منابع دست دوم استفاده کن. چرا؟ چون مثلا اگر شما برید مثلا کارهای منابع رومی و لاتین رو بخونید به شما میگه که اردوان چهارم مثلا پنجم، ولی توی در واقع پژوهش های جدید برعکس شده این قضیه. گوش میدید برای بله ارزم اینه که ارزم اینه که توی در واقع پژوهش های جدیدتر اون در واقع کسی که متخصص رشته است اون ملاکه، یعنی شما زمانی که دو تا در واقع روایت وجود داشته باشه از یک گزارش تاریخی یا یک موضوع تاریخی اگر اینا هم وزن باشن خب هر دو رو می‌نویسیم، یعنی میگیم خب روایت اول مثلا این رو گفته و روایت دوم هم اینو گفته، به شخص ارجاع میدیم میگیم مثلا فلان نویسنده نظرش این بوده. اما گاهی پیش میاد که یک در واقع نظری خیلی صد نظر گنده ای مثلا فرض کنید مرحوم زریکوب یه نظری داره مثلا منم یه نظر دارم، خب قطعا هم وزن نیست من اینکه از من از روش پژوهشی خاص استفاده کرده باشم و اینکه مقاله اون اثر پژوهشی کجا چاپ شده خیلی واسه ملاکه، یعنی شاید دانشگاهی خیلی در واقع اهمیت بالاتری دارن. خب اگه موافق باشید من سوالا رو بخونم. اجازه بدید من خودم ببینم. خب خانم عکاشی فرمودن با دو واو نوشته بشه کوروش و یک واو کار ادبیاتی هست. خب ادبیاتی هم به نظر بدون ما استقبال میکنم خیلی فرقی نمی کنم. سوال اول رو نه آقای مسعوده. خب ببینید ایران هیستوری پرسیدن بعضی بعضی مقاله های برمیخوریم که منبع میدن و نظر شخصی خودشون، ولی صفحه پاک نمیشه. باز از طرفی مقاله خوب بر منبع استیکر خطر حذف فوری میگن. حالا من خیلی متوجه نشدم ولی چیزی فهمیدم اینه که میگن یه سری مقالات بد وجود داره کسی کارشون نداره، یه سری مقالات خوب وجود داره ولی برچسب میخوره. ببینید ویکی‌پدیا پروژه ناتمامه، یعنی لوگوی ویکی‌پدیا رو دیدی باشید تو این بالاش داره میریزه، خب یعنی هیچ وقت کامل قرار نیست بشه، هیچ وقت قرار این 20 سال لوگو همینه و تا 20 سال آینده میگن همین فقط بود. ویکی‌پدیا پروژه ناقصیه، یعنی اینقدر باید همه بیان توش مشارکت کنن، اینقدر همه چکشکاری بشه هی بره به سمت بهتر شدن، نه عالی شدن هی میره سمت اون. اگر شما مقاله رو میبینید که
در واقع مشکل داره میتونید اون رسم بالا دکمه رو اونم ویرایش و همه هم میتونم ویرایش کنم. روی اون در واقع کلیک کنید و تغییرات رو اعمال کنید. حالا من این قبول دارم عنوان مدیر ویکی‌پدیا عرض می‌کنم خدمتتون یه سری از کاربرای فعال ویکی‌پدیا درست کار نمی‌کنن دیگه، همین سادگی درست کار نمی‌کنن، یه سری مقاله خوب هضم میشن، یه سری مقالات بد میمونن و این خب یه قانونی هست به نام قانون لینوس، میگه هر چی چشما بیشتر باشن خطا هم کمتره. شما اونو ببندید با هم دیگه ویکی‌پدیا رو ویرایش کنیم، مشکلات هم شده حداقل میشه. خیلی ممنون. خانم پرسیدن که آقا گفتن چون چادر داشت گفتن خانم من دیر جلسه اومدم چطور میتونم تو ویکی‌پدیا فعالیت کنیم؟ عرض کردم من فعالیت توی ویکی‌پدیا کاملا آزاده و هر کسی که در واقع به اینترنت دسترسی داشته باشه میتونه ویرایش کنه، نه حق و زمین قرار پرداخت کنید، نه شرایط خاصی باید داشته باشید، کافیه تو سایت ویکی‌پدیا اون بالای جای داره به نام ایجاد حساب کاربری، اون رو ایجاد کنید و شروع کنید ویرایش کردن. اون که حساب که ایجاد بشه یه سری راهنماها براتون فرستاده میشه. حالا اگه سوال بیشتر داشتید من هست دایرکت ما میتونید به من پیام بدید و راهنماییتون کنم. آقای روشن ضمیر عزیز پرسیدن راجع به استفاده از ویکی‌پدیا برای پژوهش تاریخی هم صحبت کنید. بله چش. ببینید من دیدم دیگه توی یه سری از در واقع کارهای کلاسی دانشجویی یا حتی خیلی مهمتر توی سری کتاب‌ها و مقالات پژوهشی منبع دادن ویکی‌پدیا. ببین خود ویکی‌پدیا اون پایین صفحه‌ش جایی داره به نام تکذیب‌نامه عمومی. روی اون که کلیک می‌کنی خود ویکی‌پدیا میگه من منبع نیستم. یعنی لوریش بود گفتم. توضیح داده که به دلیل در واقع اینکه ویکی‌پدیا سردبیر نداره، تیم در واقع رسانه هیئت تحریری نداره و تمام محتوای اون توسط کاربران داوطلب نوشته میشه، در نتیجه در واقع ما به اون استناد نمی‌کنیم. شما هم قبل از اینکه در واقع ویکی‌پدیا استناد کنید منابع دیگر رو ببینید. اما ویکی‌پدیا در واقع یک جای خوبیه برای شروع پژوهش. شما فرض کنید کسی به شما، حتی اینم قبلش بگم، ویکی‌پدیا دانشنامه تخصصی نیست، دانشنامه عمومیه و در نتیجه شما توی ویکی‌پدیا انتظار این که با نظرات عجیب غریب و خیلی تاپ مواجه بشید نباید داشته باشید. دانشنامه عمومی در مورد لنگدنپای مقاله داره، در مورد چه میدونم فضاپیمای سوئد مقاله داره، بس دیگه داره. شما میگم دانش عمومی رو قرار در واقع ترویج بده. و نکته آخر این که از ویکی‌پدیا میشه برای شروع پژوهش استفاده کرد. فرض کنید مثلا موضوع پژوهش مدخل دیگه هستن. آره مدخل دیگه، مدخل به ورود بحث دیگه. دانشگاه در واقع دانش شما کارش همینه، این مدخلی برای ورود بحث. شما کافی اون مقاله رو بخونید ببینید مثلا اون ارجاعات پایینش مثلا به چی اشاره داره، به دنبال اون رو دیگه. خب فقط من قبل اینکه سوال بعدی رو بگم اینکه نکته بگم که آقای درزاده خودشون از الوار عزیز هستن و ساشتنی و اگه مزوایی کردن فقط یه شوخی بوده. آره گردن رشید گردن منه. خب آره. بعد اینکه جناب درزاده سختی کار اینه روند درج مقاله در ویکی‌پدیا خیلی سخته و روند آسونی نداره و مقالات خطر عزل میخوره. بله کاملا درست فرمایید شما. ببینید ما یکی از دشواری‌های ویکی‌پدیا این بود که ویرایشگر خیلی بدی داشتیم. یعنی شما می‌خواستید توی مقاله در واقع توی صفحه یه سری اطلاعات رو وارد کنید، واقعا مسیر طولانی داشت. باید یه سری کد بلد مثلا باید باشید وارد کنید. اضافه کردن تصویر خیلی سخته. منبع اضافه کردن داستان طولانی داره. ولی اخیراً که میگم این 3-4 سال اخیر یک ادیتور جدید به ویکی‌پدیا اضافه شده به نام ویرایشگر دیداری که توی اون ویرایشگر در واقع آپشن‌های خیلی خوبی داره ارائه میده به کاربر و خود آسان‌تر شده. من قبول دارم همچنان سخته ولی نشد نیست. با یه خورده تمرین و مثلا سوال پرسیدن از بچه‌هایی که مثلا توی ویکی‌پدیا فعال هستن میشه یه کارایی کرد. حالا من دوباره میگم اکانت من هست، هر سوالی داشته باشید در مورد ویکی‌پدیا حتما هستم خدمتتون. فکر کنم این تکراری باشه. چرا بعضی از مقالات بدون منبع پابرجا هستن ولی مقالاتی با منابع و ارجاعات خوب استیکر عزل فوری میگیره؟ خب من عرض کردم دیگه. البته یه نکته هم من اینجا تو پرانتز بگم خیلی ربط مستقیم سوال نداره. یک سری از مقالاتی که ما تصور میکنیم مقاله خوبی هم، یعنی شما ممکنه بگید آقای مقاله خیلی خوبیه چرا حذف شده، با در واقع اون اساس در واقع چش میگم قوانین الا دیگه قانون نداره. من تسامن عرض میکنم با قوانین ویکی‌پدیا و اون سیاست‌های ویکی‌پدیا هم پای نداره. مثلا شما نمیتونید در مورد یه سری از در واقع مفاهیمی که توی خیلی نابن توی تاریخ نمیتونید اونجا مقاله داشته باشید. یه سری نظرات شخصیشون رو مثلا میان اونجا بیان میکنن که اینا ما مخالفت. خب در مورد ببخشید یه مشکل کوچیک پیش اومد. آیا ویکی صدا مرتبط با پروژه؟
بنیاد. من این الان قبلش عرض کنم، ببین ویکی‌پدیا یکی از پروژه، اگه اشتباه نکنم 13 تا پروژه ویکی‌پدیا، مثلا ویکی واژه، ویکی خبر، وکی میکنم نگاه بگیر و ویکی های دیگه، حالا اسمشون هست 13 تا پروژه هم که در واقع یک جایی به نام ویکی‌مدیا، چتر بزرگتری بر اینا، و ویکی‌مدیا در واقع پشتیبان فنی و حقوقی ویکی‌پدیا است. ما بجز این 13 تا ویکی هیچ ویکی دیگه با ما ارتباط نداره. ویکی لیکس، ویکی صدا، ویکی شیعه، ویکی فق، ویکی فق، آره اینا هیچ ارتباطی با ویکی‌پدیا ندارن. سایت های دیگه از کلمه ویکی استفاده کردن که الان اونم خود ویکی هم یک ترمی الان میتونیم بعد نمایش صحبت کنیم. خب خانم شمس پرسیدن خسته نباشید، ببخشید بعد از وارد کردن اطلاعات توسط کاربران مختلف در ویکی‌پدیا صحت و سقم و اعتبار توسط شما بررسی میشه، اصلا امکان دسترسی عمه ضرری به صحیح بودن یا عدم صحیح بودن مطالب نمیزنه؟ ببینید دو تا نکته وجود داره. اول اینکه نه، پاسخ مستقیم به سوال اول شما که آیا در واقع مطالب بررسی مستقیم میشن تایید میشن، نه همین چیزی وجود نداره. شما هر مقاله‌ای رو که در واقع ویرایش کنید و اطلاعات رو ثبت کنید در کسی از ثانیه منتشر میشه، به جز اون مقالات برگزیده که من صحبت کردم در موردشون، یعنی شما همه رو میتونید در واقع چی میشه منتشر میشه. حالا سقمش کجاست؟ ببینید ویکی‌پدیا روز اولی که شروع کرد به کار کردن، خب ایده ویکی‌پدیا این چی بود؟ آقا همه بتونم گرایش کنم. در هیچ جای دنیا الان 20 سال از عقد تاسیسی که گذشته، الان ممکنه برام یه خورده بدیهی شده باشه، آقا منم نظر دادم بعد بنویسم. 20 سال پیش در واقع تو اون دنیای قبل از اینترنت فقط متخصصی می نوشتن دیگه، یعنی شما باید استاد دانشگاه می بودیم، مثلا چه میدونم تحصیلات مرتبط می داشتیم، رفتیم مثلا تو دانشگاه بریتانیکا یه مقاله می نوشتیم، مثلا کتاب می نوشتیم. الان اینجوری نیست دیگه، یعنی دنیا بعد از ویکی‌پدیا، انقلاب ویکی‌پدیا، ترم رو اصلا سرچ کنید، ترم انقلاب ویکی‌پدیا، تو این انقلاب اینا گفتن هر چون هم نتونن بنویسن. خب و اتفاقا این مؤسسین ویکی‌پدیا دو نفر بودن، یکی با به نام آقای جیمی ویلز و یکی به نام آقای لری سنگر. اینا با هم دیگه این ایده به ذهنشون رسید و شروع کردن. آقای سنگر یک سال و نیم بعد، دو سال بعد از در واقع تاسیس ویکی‌پدیا جدا شد از پروژه، گفت آقا این چرت و پرته، ولی میشه آدم معمولی بتونه بنویسه. رفت دانشنامه دیگه زد که اون رفت دیوار. خب توی اون چجوری بود؟ اون فقط کاربرانی که مدرک کارشناسی داشتن میدونستن عضوشن، بعد مدرک رو آپلود میکردن و تایید میشدن از طریق سیستم، بعد مینوشتن و بعد همه چیزی که مینوشتن توسط در واقع ارشد از خودشون تایید میشد، اون پروژه رفت دیوار. اما ویکی‌پدیا به 280 زبان زنده دنیا مقاله وجود داره توش و حجم اطلاعاتی که در اون هست نمیشه خوند. یه تحقیق انجام داده بودن توی ویکی‌پدیا انگلیسی، میگفتن اگر یک انسانی که با متوسط عمر 60 سال از همین امروز یک سالگی شروع کنه به خوندن ویکی‌پدیا، تو 60 سالگی تمامش نمی‌کنه. خب همچین حجم اطلاعاتی اصلا قابل قیاس نیست با اون چیزی که تو زمینه سنگه بود. من خود دور شدم از تاپیک،